سلام محسن عزیز، خسته نباشید. امید که جور و سعادتمند و سر حال باشید. خب محسن عزیز، دوره که شاهد هستید، ما و شما ساعت قبلی و یا در سلاید های قبلی راجع به شبکه های انتقالی سویفت و وسترن یونین صحبت کردیم و مزایا و معایب وسترن یونین را هم خواندیم. امروز می موضوع کلی و عمومی که ما شما موضوع ما راجع به بانکداری الکترونیکی بود، مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی را باید یادآور شم که یعنی بانکداری الکترونیکی را با وجودی که خواندیم که چی است، چگونه کاربرد داره، بعضی از مزایا و معایب و یا نواقص داره که امروز یادآور میشیم. مزایای بانکداری الکترونیکی می توانیم که بگیم که از دو دیدگاه مزیت داره، یعنی مزیت بانکداری الکترونیکی هم به مشتری از دید مشتری و هم به بانک می باشه، یا از دید مؤسسات مالی یا بانکی. از دید مشتری به طور عموم چند مزیت داره؟ می بگیم که می تواند به صرفه‌جویی در هزینه ها، صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. یعنی از دید مشتری می تواند که صرفه‌جویی صورت بگیره، مصرف هزینهش کم می باشه مشتری بر کسی که پول میده، مثلا که زمانی که توسط صرف ها پول انتقال پیدا میکنه واضح است که مبلغ خدماتش از او بیشتر است نسبت به بانکداری الکترونیکی، و یا استفاده از خود حضور مشتری در بانکداری مصرف بیشتر داشت. این یک مزیت است از مزیت بانکداری الکترونیکی به مشتری که میتواند که مصرف مشتری پایین بیاید و همچنان در زمان کمتر به تمام معاملات بانکی خود دسترسی داشته باشد. عزیز مؤسسات مالی بانکداری الکترونیکی چی مزیت داره؟ میگیم که ایجاد و افزایش شهرت بانک ها در ارائه نوآوری، یعنی بانک ها می تواند واحدهای حقوقی بیشتر را جذب کنه، یعنی از تکنولوژی بیشتر استفاده کنه در معاملات خود، معاملات روزمره خود، نوآوری یا یک شکل پیشرفته معاملات خود را چیکونه انجام بده، یعنی همچنان حفظ مشتریان توسط ازی می تواند مشتریان بیشتر مشتریان خود را حفظ کنه و راضی نگهداری کند، و ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف در بازار که هدف بانک ها می باشه که در کدام جا باید نمایندگی داشته باشه، در کدام بازار باید مشتری بیشتر داشته باشه، می توان توسط بانکداری الکترونیکی این کار انجام بده. و یا یکی از مزیت باشه از بانکداری الکترونیکی برای مؤسسات مالی، همچنان گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل، یعنی بر اساس رقابت کامل می تواند که فعالیت های خود در یک منطقه خاص یا در شهر خاص یا در ولایت خاص چی کنه افزایش بده و یا توسعه بده، که این مزیت هم مزیت بانکداری الکترونیکی است برای مؤسسات مالی. میایم بر اساس تحقیقات مؤسسه دیتا مانیتور، یک مؤسسه است که میگه که این مؤسسه تحقیقات کرده، ریسرچ کرده، میگه که مهمترین مزایای بانکداری الکترونیکی قرار زیر می باشد. اولی که از مزیت اول بانکداری الکترونیکی است که تمرکز بر کانال های توزیع جدید، یعنی مرکزیت داره، تمرکز خاص بالای امی کانال هایی که توزیع جدید میکنه یا امی کانال های شبکه هایی که مجددن توزیع در آن صورت میگیره، یکی از مزیت های بانکداری الکترونیکی است. همچنان ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبرد های تجارت الکترونیکی، واضح است که خدمات خانه و اصلاح به مشتری ارزه میشه و همچنان رونق میبخشه در تجارت الکترونیکی، مثل که یک نوع تجارت الکترونیکی گفتیم که فکر کنید که خریداری آنلاین اجناس و یا کالا یک نوع تجارت الکترونیکی است. پس بانکداری الکترونیکی در اینجا نقش دارد بر اساس مؤسسه دیتا مانیتور. همچنان از دیدگاه گفتم میدانه که خود مؤسسه تحقیقاتی نشان داده که خود اهمیت و یا مزایای بانکداری الکترونیکی میتواند که از دیدگاه مدت بگیم که کوتاه مدت باشه، میان مدت یا متوسط مدت و ملل مدت باشه. مزایای در کوتاه مدت، مزایای بانکداری الکترونیکی در کوتاه مدت، یعنی کمتر از یک سال، کمتر از یک سال چی مزیت برای یک مشتری یا به خود بانک خلق میکنه یا در جامعه خلق میکنه؟ اول رقابت یکسان به وجود میاد، یک رقابت یکسان در بانکداری الکترونیکی، یعنی رقیبشان، رقیبای خود به یکسان بین رقیبای خود عمل میکنه، یعنی بانکداری الکترونیکی باعث میشه که املای یک بانک که از بانکداری الکترونیکی استفاده میکنه امرای تمام رقبای خود یکسان عمل کنه که ما این ازی تکنولوژی پیشرفته این ازی بانکداری، یعنی ابزار بانکداری الکترونیکی استفاده میکنیم که مشتری بیشتر دارم. همچنان نگهداری و جذب مشتریان، واضح است که او وقتی که رقابت خود رقابت یکسان، یعنی رقیب خود قانع بسازه که ما به اساس اینی ای باعث ازی میشه که نگهداری و جذب مشتریان، یعنی کمتر از یک سال هم مشتری را جذب میتونه، میگه بیشتر جذب کرده میتونه. یک مزیت بانکداری الکترونیکی سوار رقابت یکسانه به وجود میارد. در کوتاه مدت، یعنی مزایای بانکداری الکترونیکی در میان مدت ببخشید یا متوسط، یعنی کمتر از 18 ماه
یه چیز یک پارچه سازی یک کانال های مختلف، کانال های مختلف ها چی میکنن؟ به یک پارچه سازی میکنن، یعنی با تمام کانال ها یا بخش های که بانک ها داره آن نقش داره یکسان میسازه. و همچنان مدیریت اطلاعات به شکل درستش مدیریت میکنه که کدام نمایندگی ها چقدر مهم حسابات داره، چقدر معاملات انجام داده به شکل درستش توسط بانکداری الکترونیکی مثل که گفتیم کور بانکینگ سیستم یا یک سافت ویر مرکزی میدن تمام شعبات و یا نمایندگی های بانک خود چی کنه کنترل کنه توسط همین بانکداری الکترونیکی. همچنان هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوب و کاهش هزینه ها و همچنان یعنی با اساس امی به وقت که مدیریت کانال ها میکنه اطلاعات میکنه مشتری هم از این مدیریت درست بانک ها مشتری هم چی میشه مستفید میشه، مشتری در میان مدت ببخشید در یا ببخشید میان مدت و یا متوسط مدت هم از این کانال ها یا از این فعالیت بانکداری الکترونیکی مستفید میشه. همچنان کاهش هزینه های معاملاتی یه مزیت هست در کوتاه در میان مدت یک میتونه مصارف معاملات خود چی کنه کاهش بده یا پایین بیاره. میای مزایای بلند مدت بانکداری الکترونیکی، یعنی در بلند مدت چی مزایا داره؟ میتونیم گفته بتونیم که یکی از مزیت بلند مدت چیست که ارائه خدمات به مشتریان مشتریان بازار هدف، یعنی در هر هدفی که مشتری داره به چی منظوره، یعنی میخواد که معاملات تجاری انجام بده، معاملات خرید و فروش انجام بده، میتونه بانکداری الکترونیکی در بازار مثلا مشتری چی تقاضا داره در بازار، چی خواست داره از بانک، به خاطر برآورده شدن اهداف بازار بانک مشتری رو قناعت میده، یعنی بانک ها در طویل مدت یا دراز مدت میتونه از طریق بانکداری الکترونیکی در بازار نقش مثبت داشته باشه، مشتری بانک زیاد باشه، مشتری بتونه خرید فروش بیشتر در بازار انجام بده و همچنان ایجاد در وقتی که کار صورت میگیره در طویل مدت باعث از این میشه که ایجاد درآمد به هم به خود بانک باشه و هم به خود مشتری باشه. به طور خلاصه با وجود گفتیم که بانکداری الکترونیکی مزایای اثری به اساس مؤسسه تحقیقی دیتا مانیتور و همچنان به طویل مدت و کوتاه مدت و میان مدت و یا به طور کل میگیم که مزایای از دید مشتری از دید بانک همین مزایای مکمل خلاصه مزایای بانکداری الکترونیکی است که اولش است که امکان دسترسی مشتریان به دریافت خدمات بانکی بدون حضور فیزیکی یکی از عمدترین مزیتش است که یعنی بدون به شکل امن بدون حضور فیزیکی از خدمات بانکی مستفید میشه. دومی که استفاده از اینترنت برای ارائه عملیات و سرویس های بانکی و اعمال تغییرات انواع حساب های مشتریان اینترنت باعث از این میشه که مشتری بتونه مثل که ما شما خواندیم که باعث توسط مشتری اینترنت میتونه توسط اینترنت یک مشتری میتونه با تمام معاملات بانکی دسترسی داشته باشد که این به اساس بانکداری الکترونیکی چی میشه مهیا میشه. همچنان ارائه مستقیم خدمات عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال های ارتباطی متقابل الکترونیکی، یعنی مشتری میتونه مستقیما از خدمات بانکی توسط بانکداری الکترونیکی مستفید شود. این بدتر خلاصه مزایایش بود. میایم معایب وقتی که بانکداری الکترونیکی مزایا داره واضح است که معایب یا نواقص بانکداری الکترونیکی هم باید ذکر شم که کدام نقص داره. گفتم میدانید که بانکداری الکترونیکی با تمام مزایایی که در حصه مبادلات داشته میتونه که بعضی از معایب باید نقص هم داشته باشه، مثلا که با معایب نیز دارد که با اصلاح آن به جزئیات جرأت میتوان گفت که یکی از بزرگترین تحولات تاریخ بشر در نظام معادلات تحقیق خواهد یافت، یعنی با عموم معایب که داره باز برد متوجه شود که برای خاطر اصلاح باید اقدام صورت بگیره. این معایب را میتوان در موارد زیل خلا، یعنی کدام معایب است که به اساس بانکداری الکترونیکی در بانک ها خلق میشه که از او هم بانک هم مشتری متضرر میشه. اول خطرهای امنیتی، واضح است که خطرهای امنیتی یکی از عمده‌ترین معایب یا نقص بانکداری الکترونیکی است که در نظام جدید بانکداری الکترونیکی افراد می تواند با به دست آوردن رمز اشخاص، یعنی مثلا ما شما گفتیم که از طریق سویفت یا وسترن یونیون پول انتقال می ده و یا کارت هایی که بانک ها بر ما می ده کارت اعتباری الکترونیکی مثلا کارت های اعتباری کارت دبیت کارت، اگر می رمز کارت های ما را اشخاص دیگه به دست بیاره از حساب ها آنان برداشت کنند یا به حساب های اشخاص حمله کرده می تواند، یعنی کارت رمز کارت ما افشا شود یا انتقالات که از طریق سویفت یا ویسترن یونین و یا کارت هایی که ما از استفاده میکنیم رمز کارت ما را اشخاص پیدا کنه میتونه که ما از پیسه ما پول بکشه و یا از حسابات ما حیف و میل شود و همچنان گفتم میتونه از اعتبار آنها را ساقط پس اعتبار مشتریان بالای بانکی میشه کم میشه و یا پایین میاد.
گفتم میتونم که مشکل حتی برای شرکت های بزرگ هم وجود دارد. یعنی بعضی از اشخاص مثلا در شبکه سفت اگر شخص مقرر تعیین کننده کد باشه، همی کد میتونه که بگیره و دوزی کنه از معاملات که در سفت صورت میگیره از او پول بکشه، یعنی امکان داره. پس همی و یا کارتی که بر ما بانک میده، همی نفر خود میفهمه که رمز از این کارت چیسته، مثلا کارت های تیمه، خود در اشخاص کارمندان بانک میفهمه بر ما که ما کارت میده، پس اگر ایده یا استفاده کنه از حساب ما پول کشته میتواند. یعنی یک نوع دزدی است و یک خطر امنیت است، یعنی پول ما در امن نمیباشد. دومی که نبود برخ خدمات ویژه یا خاص در بانکداری الکترونیکی. مثلا امروزه در نظام جدید خدمات بانکی برخی از خدمات مانند مشاور مالی، همچنان سرمایه گذاری و امکان در دریافت پول نقد و یا چک و یا اسناد اعتباری مالی وجود ندارد. یعنی می تواند که مثلا نبود بر خدمات در بانکداری، مثلا اینی کدام خدمات در بانکداری الکترونیکی امکان وجود ندارد؟ یعنی اینی خدمات میتونه که مشاور مالی بر ما وجود نداشت، سرمایه گذاری و امکان دریافت پول نقد، چک و اسناد اعتبار مالی که در بانکداری الکترونیکی با شکل که حضوری تاثیر کننده است. که وقتی که ما شما میگه که زمانی که یک شخص فیزیکال و یا فیزیکی حضور داشته باشد تاثیرش بیشتر است نسبت به اینکه بگیم که در سایت داخل شویم یا به اساس اشتهار بگه که یک سایت است، یعنی اطمینان ما، اطمینان مردم نسبت به خود سایت داخل شدن و استفاده از بانکداری الکترونیکی در سیستم بانکداری به حضوری زیاد توجه داره، بخصوص در کشور ما. خطر یا ما نقص بانکداری الکترونیکی دیگه ایست که ناشنایی با تکنولوژی. یعنی اکثر افراد یا تعداد بیشتر افراد جامعه با شیوه های لازم تکنولوژی آشنایی ندارد. مثلا بانکداری از طریق موبایل، ما شما اکثر ما صرف موبایل استفاده میکنیم به خاطر گپ زدن، اکثر ما دسترسی به رزی نداره که موبایل چه قسم به خاطر بانکداری الکترونیکی استفاده کنیم. این دیگه نقصش است. پس اگر ما بگیم که در بانکداری الکترونیکی حساب باز کنیم به یک بانک، یک بانکداری الکترونیکی او بگه درست قبول داره و با یک مشکل مواجه میشه، تمام افراد جامعه نمیتونه به دست طریق ابزارها یا امو وسایلی که در بانکداری الکترونیکی از استفاده میشه دسترسی داشته باشد. همچنان در کشور گفته میتونم که خود امی مشکلات استفاده از تکنولوژی در کشورهای پیشرفته اکثرا حل شده و اما در بعضی از کشورها، مثلا کشورهای روبهین کشور، این مشکل هم وجود داره که یک موضوع جدی است که باید در کشورهای پیشرفته کوشش شود که مردم آشنایی پیدا کنه با بانکداری الکترونیکی. همچنان دسترسی هکرها به حساب‌های شخصی، یعنی بعضی از افراد هست که حساب‌ها ما رو هک میکنه یا بندش میسنه، یا هکرها هست که توسط از او میتونه در حساب‌ها یا در معاملات تجارت الکترونیکی و یا معاملات بانکی مداخله کنه و او را هک کنه. مثل که ما شما میگیم که اگر شما فیسبوک یا واتساپ یا هر یوزر دیگر که استفاده میکنین و یا هر اپلیکیشنی که استفاده میکنین میگه که حساب مرا بند کرده یا هک کرده، پس این از طریق بانکداری در بانکداری الکترونیکی هم این امکان داره که حساب ها هک شوه و مردم نتونه از پول های خود استفاده کنه، پولش حیف میل میشه. همچنان نبود اینترنت پرسرعت و دائمی در بعضی از کشورها، مثلا کشور ما یک مثال زنده است، کشور ما مثلا در ولایت اکثر شما شاید هستین در حالت کرونایی در درس ها آنلاین بود، وقتی که آنلاین بود اینترنت ضعیف اینترنت باعث از این میشه که ما نمیتونیم به شکل درست به درس‌های خود رسیدگی کنیم. همه قسم وقتی که ما از بانکداری الکترونیکی استفاده میکنیم به زمانی که اینترنت نباشه، برق نباشه و یا سرعت اینترنت کم باشه، پس کی میتونیم که به شکلش که باید استفاده شه استفاده صورت نمیگیره. این یکی از نقص و یا مایب بانکداری الکترونیکی می باشد. همچنان بالا بودن مصارف زیربنایی بانکداری. واضح است که مصارف زیربنایی مثل که گفتیم که اگر ما پیسه اینترنت می پردازیم یا استفاده از برق می کنیم دیگه اینترنت می بینیم که در افغانستان قیمت است، امی باعث از این میشه که ما دسترسی درست نداشته باشیم به بانکداری الکترونیکی. باز هم اینجا گفته میتونیم با وجود از امی مایب و یا نقص هایی که ذکر شد، باز هم بانکداری الکترونیکی نقش عمده را در چیز در رفاه جامعه دارد و همچنان برای مشتریان یا رفاه را ایجاد میکنه و همچنان کاهش مصارف ما میتونیم که تبادلات صورت بگیره و مصارف پایین بیایه، یعنی با اساس مصارف کم ما میتونیم نقل انتقالات پولی خود انجام بدیم و یا خریداری یا تجارت الکترونیکی با مصارف کم انجام بدیم. همچنان مبادلات وجوه و اسناد اعتباری و در جامعه و در کل توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
ارتباط داشته است. یعنی اینی موضوعات است که بازیجی که نقص داره میتونه رفاه به مشتری به وجود بیاره. یعنی ما نسبت معایب و نواقصش فواید و مزایاش بیشتر بود. یعنی هر کوشش باید هر کشور به خصوص سیستم بانکی هر کشور باید کوشش کنه که بانکداری الکترونیکی را در بانک های خود مروج بسازه، ولی همون نقص معایب خود را شده نظر بگیره که کوشش کنه که همین نقص مثلا گفتیم که یکی از نقصش خطرهای امنیتی بود. تیره باید کوشش کنه که به امانت مردم با خطرهای امنیتی مواجه نشه و همچنان مردم با تکنولوژی آشنایی پیدا کنه. بعد از اون میتونه نقش بانکداری الکترونیکی در بانک ها مؤثر باشد. این بود راجع آخر موضوع ما در بانکداری الکترونیکی که آشنایی نقص آشنایی بانکداری آشنایی با تکنولوژی بود. خب محسن عزیز این بود آخر موضوع راجع به اساسات بانکداری. امید که درس‌های قبلی را دیده و سلایدهای قبلی یا ویدیوهای قبلی را دیده و راجع به مضمون اساسات بانکداری چیزی را دریافت نمایید. دیگه وقتتان نمیگیرم. وقت خوش. الله یار و نگهدارتان. خدا حافظ.